دهمین روز بهمن ماه برابر با 8 فوریه، سال 1005 خورشیدی برابر با 1627 میلادی، بانو نور جهان همسر ایرانی جهانگیر شاه امپراتور گورکانی هند، کودتای ژنرال محبت خان فرمانده پادگان دهلی را بر ضد شوهرش سرکوب و توطئه‌گران را به بند کشید. سال 1182 خورشیدی برابر با 1804 میلادی، درگذشت جوزف پریستلی دانشمند انگلیسی که یکی از کارهای مهم او کشف گاز اکسیژن برای نخستین بار است. وی همچنین دریافت که گیاهان می توانند اکسیژن تولید کنند. سال 1197 خورشیدی برابر با 1819 میلادی، زادروز جان راسکین، شاعر، فیلسوف، منتقد هنری و نویسنده انگلیسی که برداشتش از هنر و معماری بسیار متأثر از هنر ویکتوریایی و ادواردی بود. معروف ترین اثر راسکین کتاب 7 مشعل معماری است که در سال 1848 انتشار یافت. وی در این کتاب بیان می کند که معماری دارای 7 مشعل حقیقت، ایثار، قدرت، زیبایی، زندگی، خاطره و اطاعت است. سال 1201 خورشیدی برابر با 1823 میلادی، درگذشت آن راتکلیف، داستان نویس انگلیسی که به مادر داستانهای عاشقانه و ترساور شهرت دارد. سال 1206 خورشیدی برابر با 1828 میلادی، زادروز ژول ورن، نویسنده فرانسوی که به گفته برخی بزرگترین نویسنده رمان‌های علمی تخیلی به شمار می‌آید. ژول ورن به جای آن که از گذشتگان بنویسد، از آیندگان نوشت و برخی پیشگویی‌هایش نیز به حقیقت پیوستند و موجب ستایش همگان شدند. سال 1235 خورشیدی برابر با 1857 میلادی، کتابخانه سیار یا بوک موبیل برای نخستین بار در انگلستان مورد بهره برداری قرار گرفت. بوک موبیل ها که امروز مجهز به کامپیوتر عمومی و کتاب های الکترونیکی هستند، وسیله مفید و آسان برای کسب معلومات و اطلاعات عمومی به شمار می روند. سال 1240 خورشیدی برابر با 1862 میلادی، در جریان جنگ های داخلی آمریکا، نخستین ناو توپدار و زرهدار جهان متعلق به ایالات متحده جنوبی آمریکا اولین مأموریت جنگی خود را آغاز کرد. این کشتی شبیه لاک پشت که مریماک نام داشت و بعداً به ویرجینیا تغییر نام داد، مدت‌های کتاز میدان بود و گلوله توپ بر آن کارگر نمی‌افتاد. سال 1282 خورشیدی برابر با 1904 میلادی، در سحرگاه و بدون صدور اعلان جنگ، ناوگان ژاپن که تازه نوسازی شده بود به ناوگان روسیه در پورت آرتور حمله کرد و در قلمرو روسیه دست به پیشروی زد. جنگ ژاپن و روسیه که به شکست روسیه انجامید، باعث شد تا تظاهرات خیابانی ناراضیان روس به یک رشته انقلاب پیاپی تبدیل شود و سرانجام نظام سلطنتی را در این کشور نابود کند.